اختیار دارم من چند تا. تو فقط مراقب حال و احوال خودت باش که کج و ماوج نری، چون لحظه ای میفهمی که اخراج شدی. درستش هم همینه. خب بریم ادامه داستان. بچه تکنیک، تحلیل کیفی نکات یواشکی کنکور. ادبیاتو گفتیم، بریم سراغ دین و زندگی ببینیم چه خبره. باید چه کار کنیم؟ درسی که باید صد بزنی، صد نزنی، باید خدا وکیلی بری بمیری. شیشتونگ اینجا، بچه ها همه اینجا. درس دین و زندگی یکی از درس‌های مهم کنکور سراسریه که فقط صدش قانع کننده است. یعنی باید بری برای صد زدن. تو درس دین و زندگی کسی برنده است که علاوه بر تمرکز روی تمام مطالب به صورت کلی، روی جزئیات هم تسلط داشته باشه. دین و زندگی 25 تست داره. سومین درس دفترچه است. البته تا الان اینجوری بوده، حالا ببینیم رئیس سازمان سنجش چه تصمیمی میگیره. سومین داستان مهم ضریبشه که ضریبه. سه زمان استانداردی که سازمان سنجش داده 17 دقیقه است که با ذکر چه موضوعی میریم به استقبال دین و زندگی. ما هر چیزی که سازمان سنجش میگه رو میدونیم، برای خودش گفته، گور و باباش واسه ما اهمیتی نداره، ما کار خودمون رو انجام میدیم و بر مبنای همون نتیجه میگیریم. تو دین و زندگی ما بخش آیات و روایات رو داریم، متن کتاب رو داریم و شعر و احادیث رو داریم. بودجه بندی کنکور سراسری توی دین و زندگی اگر قرار باشه به صورت کتابی بررسی بشه، تقریبا 9 تا تست از 10، 8 تا از 11 و 8 تا از 12 داریم. تقریبا اینجا ایرانه، ما بر مبنای کنکورهای سالهای قبل اینو چیدیم. یعنی اگه امسال تو یوی بری سری جلسه 25 تا تست 24 تا از 12 باشه، یه دونه 11 باشه، 10 سوال نداده باشن، تو حق نداری حرفی بزنی. چرا؟ چون اینجا ایرانه و رئیس سازمان سنجش اینجوری تصمیم گیری کرد. نکته مهم دیگه داستان اینه که اگر تو تعداد تست رو بر اساس مباحث بخوای در نظر بگیری، 11 تا تست، 11 تا تست از آیات و روایات، 9 تا متن و 5 تا شعر و حدیث خواهیم داشت. خب این خیلی اهمیت پیدا کرد دیگه، این خیلی اهمیت پیدا کرد. یعنی من الان یاد گرفتم که دقیقا، نه مهرداد اقلیت اینجوری نیستش، اونو به موقعش توضیح میدم چی به چیه و کار سختی هم نداری. یا مهرداد کار سختی هم نداری، اونم واسه صدش ببری. پس ما عملا یاد گرفتیم که توی دین و زندگی یه اتفاق خیلی واضح داره میفته، چه به صورت کتابی بخوام بهش نگاه کنم چه به صورت مبحثی، تقریبا میشه گفت جایگاه سالا لو رفته و اگه یکم قرار باشه باهوش رفتار کنم و از عقلم استفاده کنم، میتونه اتفاقهای خوبی برام توی این درس بیفته و به صدش برسم. آقا دین و زندگی رو حتما باید از تابستون خون باشه که 100 زد؟ نه. داشتید کسی رو توی یه ماه خونده باشه بالا 80 زده باشه؟ بله. داشتید کسی رو کمتر از یه ماه خونده باشه بالا 80 زده باشه؟ بله. تو دین و زندگی میتونیم راحت و روون بدون اینکه پایه داشته باشیم به 100 برسیم قطعا. فقط باید به حرف گوش بدی و طبق فرایندی که میخوام بیای جلو. و یکی از اتفاقای خوبی که توی دروس عمومی میفته، تو حبس آموزشی مدل برنامه حجمی ترکیبی و تست هایی که داریم و این آب خوردن تو این درس ها میتونیم رشد کنیم و روند درسی ایدئال داشته باشیم. خب همه اینجا، همه اینجا که دقیقا بفهمن داستان چیه. بریم اول سراغ آیات و روایات دین و زندگی ببینیم چه خبر رو داره، چه اتفاقایی میفته. مهدی، مهدی، آره اگه یه لیوان آب به من بدی من بخشت. آره آب جوش، مرسی، دمت کم، ببخشید. مهدی هم از خودگذشتگی داره میکنه. مهدی پهلوانا با این وجوده که من شرایطم اینجوریه، ولی اومده تو استودیو با یه گالمه ماسک و این داستانو، خدا افتش کنه، دمش کم. مبحث آیات و روایات، ما میدونیم که مهمترین و پرتسترین قسمت دین و زندگی آیات و روایات، بیشترین تعداد تست رو داره و عملا نکته جذابش هم اینه که این بیشترین تعداد تستش هم بیشتر معطوف به پایه 12. پس خیلی کار اهمیت پیدا کرد. اینکه بعضیاتون سوال میپرسید آقا چرا بعضی جای اینقدر گیر میدی به 12، نمیری سراغ پایه، یا پایه یه بار دوبار خونده شد، 12 دوبار سه بار داره خونده میشه. حالا برنامه فرق داره، فردی، هر کس شرایط خودشو داره. یه علت عمده و مهمش اینه. نکته اول، اگه دوست داری بدبخشی، آیاتو حفظ کن، چون احتمال قاطی کردن و فراموشیش خیلی بالاست. مرسی مهدی جان. اگه میخوای تو آیات نتیجه بگیری و اتفاق خوب برات بیفته، اولین سوال خیلی خیلی مهم
که باید حتما حتما شیشتون که حواست بهش جمع باشه اینه که آیا آیاتو فقط سطحی بخونم یا با تمرکز و مفهومی وارد بشم. اگه سطحی بخونم با تست زیاد زدن اتفاق خوبی برام میفته یا نه، حتما باید عمقی و مفهومی بخونم تا بتونم تست بزنم. قطعا ما باید تو دین و زندگی آیاتو مفهومی بخونیم. یه راه خیلی خوب واسه نتیجه گرفتن استفاده از کلید واژه و رمزگذاریه، همون دین کردن دینی یا رمز گذاشتن. من هنوز یادم نرفته اون موقع فکر کنم معارف اسلامی سال سوم دبیرستان بود، یارای امام علی اوسی